واقعا من نمیدونم این چه وضعیتی آخه، این چه مکافاتی بوده؟ یک روز ما دیگه رسیدیم هیچی سر جاش نیست. نمیشه که کار کرد آقا، نمیشه اینجوری کار کرد. دوستان شما کجا این الانه؟ آیه فیلم بردار، آیه صدا بردار، موجیمون کو؟ قربان موجیمون کو؟ آقای جمشیدی، یکی آقای جمشیدی رو صدا کنه، خیلی دیر شده امروز به خدا، یک روز ما دیر رسیدیم قربان. آقا من اینجا قربان دارم حاضر میشم. آقای جمشیدی این چه اوضاعی آخه؟ شما تا الان کجا بودید؟ آقا ما تو تاکسی بودیم، ترافیک بود، بعد آشنا در اومد، بچه معروفی رو امضا بده و عکس بنداز و خواست. آقای جمشیدی قربان، ما هر هفته داریم دیر میرسیم، خودمون هیچی، مردم چه گناهی کردن؟ آقا ما هم دو هفته است، سه هفته الان بنده باید متن آماده کنم یا حاضر بشم؟ دو هفته است، سه هفته است داریم به آقای نویسنده میگیم که آقا جان قربون شکلت بریم این متن رو دو روز زودتر به ما بده. الان من نمیدونم بعد متن که دقیقه 90 به من دادن آماده بکنم یا حاضر بشم. آقا خیلی دیره. خب بالاخره اینم مشکله دیگه. کرمه رو سریع فقط لطفاً بریم زد. چشم، با این مدیریت و امکانات و برنامه‌ریزی شما بهتر از این نمیشه دیگه. جمع دفتر گرفتید ماشاءالله، امکانات که ندارید، مدیریت هم که ندارید. آینم شدی آماده این قربان؟ مشکلی؟ جان؟ چیزی نیست؟ نه قربان، ما داشتیم میگفتیم خیلی خوشحالیم که شما حداقل اینجا هستید که به قول معروف لطف دارید به ما، هوای ما رو دارید، ولی این دوستان فکر کنم که فیلم بردار و صدا بردار از این مدیریت و برنامه‌ریزی شما همچین راضی نیستن. البته شما حالا نگید که ما به شما چیزی گفتیم، چون که حس ما ارادت داریم خدمت. 3 2 1 بفرمایید. تو به پاکی همه دار
سلام به جای جای ایران عزیزمون، سلام به شما هموطنان خوب و خونگرممون، سلام به شما رنگین کمونی ها، سلام به شما. باز هم خرداد اومد، همون خرداد پر از حادثه، همون نزدیک غروب آفتاب است و من صبح را دوست دارم. عجب ماهی این خرداد. 2 خرداد خاتمی، 3 خرداد خرمشهر، 14 خرداد خمینی، 15 خرداد خیزش خونین مردم، 22 خرداد کودتا علیه اراده ملت، 25 خرداد حماسه خس و خاشاک. جدن عجب ماه سرنوشت سازی این خرداد. واقعا اینطور نیست؟ نزدیک غروب آفتاب است و من صبح را دوست دارم. سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش میداره، توفنگ و گل و گندم داره میاره، توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل. دولت عقلانیت، دولت استفاده از کارشناسان، دولت استفاده از نهادهایی خواهد بود که ملت با پایمردی خودشون ها را پایگذاری کردن، نه اینکه یه دولت رمالی و کف مینی باشه. لبش خنده نور، دلش شعله شور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی سینش جان جان جان،
توی سینش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. امیدوارم که این سلحشوری ها در خردادها و خردادها و خردادها تکرار شود. عجب روزهایی بود اون روزها، یادش به خیر. اصلا این ماه خرداد که شروع میشه ها، انگار یه چیزی میاد تو وجود آدم و آدم رو میبره به اون روزهای بزرگ. دوم خرداد 76 بالاخره مردی اومد با عبای شکلاتی، سیدی که همیشه میخندید، مردی که ادبش صد به ز دولت خوبش بود. آقا این کارگران ما کجا؟ نه اینکه یکی مثل این کارگردان ما باشه که آدم نتونه یک نقد هم ازش بکنه. کارش خوبه، اخلاق مخلاق نداره. جمع شدی؟ آماده‌ای؟ بله قربان، ما جان بر کف آماده ایم. خب بریم سر انتقادات و پیشنهادات شما، ولی قبل از اون من به رسم همیشه از همه شما که ما رو با ایمیل ها و کامنت های فیسبوکی و حتی در یوتیوب و دیگر راه های ارتباطی که با ما دارید ارتباط برقرار میکنید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو میفرستید کمال تشکر داریم و ارادتمند همه شما هستیم. تعداد قابل توجهی ایمیل داشتیم از گذشته و الان هم این پیشنهادات از سمت شما به ما میرسه که رسا یک برنامه‌ای رو تولید بکنه با محتوا و ساختار سیاسی و چالشی. باید بگم که از گذشته مدیران شبکه در فکر ساختن یه همچین برنامه‌ای بودند، الان هم تقریبا دارن روی همچین برنامه‌ای کار میکنن، تقریبا با مضمون و ساختار مشابه و به زودی توی برنامه‌های رسا قرار میگیره و باید بگم که الان هم این برنامه در اصل داره مراحل پیش ساختش رو طی میکنه و انشالله به زودی شما این برنامه رو خواهید دید. همچنین دوستان دیگری همچون قطره کوچک از دریای بزرگ بر ما نوشته بودند و پیشنهاداتی داده بودند در رابطه با تصاویر بخش خبر، تصاویری که در از پشت مجریان بخش خبر قرار میگیره و همینطور خواسته بودند که طرح مربوط به زندان خانگی عوض بشه که این طرح عوض شده، فکر میکنم یکی دو روز هستش و انشالله که مورد پسند و رضایت شما قرار بگیره. اگر موردی بود باز حتما با ما در تماس باشید و پیشنهاداتتون رو ارائه بدید. همینطور از ما خواسته بودن که در رابطه با 25 خرداد ویژه برنامه هایی رو تولید بکنیم. همونطور که من هفته پیش هم خدمتون عرض کردم، ما برای روزهای مهم خرداد در اصل برای ماه خرداد ویژه برنامه هایی رو داریم که در اصل در هر روز مهم این ویژه برنامه ها مربوط به اون روز پخش خواهد شد. همینطور اگر دقت کرده باشید یکی دوتا از این ویژه برنامه ها برای روز دوم و سوم خرداد هم پخش شد که انشالله برای روزهای بعدی هم این ویژه برنامه ها رو میتونید تماشا کنید. و باید عرض کنم خدمتون که تعدادی هم ایمیل داشتیم که به ما خیلی لطف داشتن، از دستاندرکاران رسا تشکر کردن و همینطور خواسته بودن که شماره های تماس رسا رو اعلام بکنیم که البته همیشه به صورت زیرنویس در برنامه شما این شماره رو میبینید، توی وبسایت هم قرار داره، باز الان هم ما این رو به صورت زیرنویس برای شما پخش میکنیم. دوباره خرداد، نمیدانم باید از خرداد ترسید با این همه مرگ ها و دستگیری هایش یا به آن بالید با این همه انتخاب هایش و جنبش هایش. با دوم و سومش و روزهای پس از بیستمش غرور و با مرگ شریعتی ها، نادر ها، گلشیری ها، ورجاوند ها و آقا سلطان ها و سهرابی ها، حجازی هایش، زلزله هایش و دستگیری هایش، غم تمام وجودم را می گیرد. با این همه به خرداد می بالم، چون در مرگ هایش و دستگیری هایش هم جز زیبایی چیزی نمی بینم.
ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم. این هم متن زیبایی بود یکی از دوستان عزیز برای ما در صفحه فیسبوک پست کرده بودند. آقا این که ادب مرد بهز دولت اوست یعنی چی؟ این که یکی اینقدر دلپذیر گاهی اوقات بشینه انتقادات آدم رو، درد و دلهای آدم رو، حرفهای آدم رو بشنوه و فضایی رو فراهم بکنه که گفتگو شکل بگیره چجوری میشه؟ نه جدن چجوری میشه؟ من از شما سوال میکنم اگر یکی بخواد با شما صحبت کنه و یا انتقادی رو مطرح بکنه شما فضایی رو فراهم میکنید که اون یک نفر جرأت هیچ حرف زدنی هم پیدا نکنه؟ رفتار حاکمیت چطور؟ اگر کسانی که انتقاد میکنند یا وارد عرصه رقابت با شما میشن تهدید به حساب میان یا فرصت؟ بله شما رو میگم آقای حاکمیت. ببین آقا این که شما میگی من اینجا کارگردانم، من نماینده مدیر تولیدم، اینجا اینطوری نمیشه، ما هم برای خودمون حق و حقوقی داریم. چشم نه آقا صحبت میکنیم. بریم بچه ها. 3 2 1 بله داشتم میگفتم بابا اقتدار متاعی است که شما هر چقدر خرجش بکنی کمتر میشه. مقبولیت که زورکی نمیشه، چرا زور میگی؟ یه نگاهی به دور و بر خودتون بکنید. این همه تجربه تو تاریخ، خدایش دیگه، این همه تجربه تو تاریخ، مشروعیت که خودش جای بحث داره مشروع هست یا نیست، مشروعیت که عزیز دل مقبولیت نمیاره. رمز موفقیت در مقبولیته، بعد مشروعیت. حالا شما بیا اینجا بشین به خودت فشار بیار که من اینم من اونم. وقتی تو دل مردم مقبول نیفتی نیفتادی دیگه. بیا به زور خودت رو مشروع کن، اگه شد نمیشه دیگه. نمونش همین سید ما دیگه، همون عبای شکلاتی رو میگم. ما دوم خرداد 76 وقتی که مقبول افتاد دلیل داشت. مردمداری و مردم سالاری جزو شرطهای اصلیش بود، یعنی در ایجاد تعامل و ارتباط بین مردم و حاکمیت معتقد به اصول اخلاقی در درجه اول و پذیرفتن مسئولیت و پاسخگو بودن حاکمیت در برابر مردم بود. چرا؟ چون اینا از شرطهای اصلی مقبول افتادنه. اینا یعنی چی؟ یعنی این که آقا شما اگر پاشی بری در قلعه قدرت خودت بشینی و بگی من مشروعم به این دلیل و به اون دلیل، یا هرچی من میگم همینه و اینا، یا یه چیزی تو مایه های خودام، اگر فرض کنیم، خوب دقت کن، اگر فرض کنیم که مشروع هم باشی، نمیدونی که مسیری که داری میری مستقیم ختم به خودکامگی و استبداده و نمیدونی که مقبولیت پیش شرط هر مشروعیتیه و اگر مقبولیتی نباشه مشروعیت هم خود به خود تاریخ انقضاش به سر میرسه. قبول دارید آقای کارگردان؟ سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته ایران ایران.
من میمانی ای وطن به زیر پافتران دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نگردد ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران بد بوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به ما تو به ما ای سپیدار سپهر گوهرین راد مرد پهنه ایران زمین ای امیر خاطرات ماندگار یاور دلدادگان این دیار تا درفش آریا پاینده است بوستان خاتمی ها زنده است بدونیم و باور کنیم که در پیروزی ما هیچ کس بازنده نیست و همه پیروزند چه اونهایی که ما رو دوست دارند و چه اونهایی که ما رو دوست ندارند خردادتون مبارک و تا رو در روی دیگر خدا نگهدار همه شما رنگین کمانی ها خدا نگهدار